سرخط خبرها، خبری که خواب رهبران طالبان را حرام می کند. اعتراف ملا برادر به نارسایی اداره طالبان در یک سال گذشته. مردان تفنگدار در تخار یک جنرال حکومت پیشین را کشتند. قتل یک خوازگار پیگیر در ننگرهار. در انفجار سرگلوله هاوان در پکتیا 4 کودک کشته و زخمی شدند. لطفاً برای حمایت از ما تا آخر این ویدیو با ما بوده و ویدیو را لایک کنید. قتل یک خوازگار پیگیر در ننگرهار. منابع در ننگرهار گفتند یک جوان 23 ساله پس از خوازگاری مکرر از دختر کاکایش توسط برادر دختر کشته شد. یک منبع به افغانستان انترنشنال گفت که این جوان چند بار از دختر کاکایش خوازگاری کرد، اما پس از آنکه خانواده دختر موافقت نکردند او هشدار داده بود که با زور نکاح خواهد کرد. منابع محلی گفتند برادر دختر پس از این هشدار پسر کاکایش را روز سه‌شنبه هفته گذشته با ضرب چاقو زخمی کرد و سپس این جوان روز پنجشنبه در اثر جراحت در شفاخانه جان باخت. این حادثه در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار رخ داده و منابع گفتند که برادر دختر پس از مرگ پسر کاکایش از منطقه فرار کرده است. مقامات محلی طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند. انفجار سرگلوله هاوان در پکتیا 4 کودک کشته و زخمی شدند. منابع محلی در پکتیا گفتند که در نتیجه انفجار یک سرگلوله هاوان در این ولایت 2 کودک کشته و 2 کودک دیگر زخمی شدند. این رویداد ناوقت روز جمعه 29 میزان در روستای مریخیل ولسوالی زازعی آریوب رخ داده است. بر اساس اطلاعات منابع محلی انفجار زمان رخ داده که کودکان سرگلوله منفجر ناشده هاوان را در آتش انداختند. به گفته منابع در نتیجه این رویداد 2 کودک کشته و 2 کودک دیگر زخمی شدند. مردان تفنگدار در تخار یک جنرال حکومت پیشین را کشتند. منابع محلی در ولایت تخار از کشته شدن یک جنرال حکومت پیشین در مرکز این ولایت خبر می دهند. بر اساس اطلاعات منابع، جنرال غنی از جنرالان وزارت دفاع ملی در حکومت پیشین چاشت روز شنبه 30 میزان از سوی افراد تفنگدار در شهر طالقان مرکز ولایت تخار هدف تیراندازی قرار گرفته است. منابع محلی در تخار به روزنامه 8 صبح گفتند که جنرال غنی در مقابل ریاست استخبارات طالبان در طالقان کشته شده است. طالبان در تخار تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. جنرال غنی در حکومت پیشین رئیس تاسیسات وزارت دفاع ملی بود، اما پس از تسلط طالبان بر کشور خانه نشین شده بود. اعتراف ملا برادر به نارسانی اداره طالبان در یک سال گذشته. ملا عبدالغنی برادر در نمایشگاهی که در بادامباغ کابل برگزار شده بود از شیوه اداره طالبان در یک سال انتقاد کرد. این مقام ارشد طالبان گفته است که در یک سال گذشته کابل نتوانسته است که قناعت مردم را فراهم کند و در این مدت همه کارها نمایشی بوده است. ملا برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در این باره گفت ما به این ملت در یک سال گذشته کار نکردیم که مردم با آن قانع شوند. ملت قانع نیست، سرتان خلاص باشد. ما تا به حال خدمت نکردیم، ما کار نمونه کردیم. ما باید کار کنیم که پول دار شویم و به دنیا دست دراز نکنیم. در همین حال آگاهان سیاسی گفته های اخیر ملا برادر را ناشی از اختلافات درونی طالبان دانسته و گفتند که این اختلاف ها شیوه حکومتداری اداره طالبان در کشور را متاثر ساخته است. این در حال است که از روزهای نخسته که طالبان در ارگ مستقر شدند خبرهای مبنی بر اختلاف در میان چهره های ارشد این گروه به گوش می رسید. اکنون در حالی که پیش از یک سال از اداره طالبان می گذرد
صدای انتقاد درباره کارکردهای اداری سرپرستی این گروه از سوی ارشدترین مقامهای طالبان بلند شده است. آگاهان سیاسی در پیوند با این سخنان ملا برادر گفتند که اختلاف میان طالبان افزایش یافته است و این اختلاف بر تمام شیوه اداری طالبان اثر منفی خواهد گذاشت. سید نورالله راقی آگاه مسائل سیاسی به این باور است که گفته های اخیر ملا برادر ناشی از اختلاف های درونی طالبان است. تعداد از افراد طالبان معتقدند که باید حداقل معیارهای حکومتداری را رعایت کنند تا جهان به آنها اعتماد کند و با آنها ارتباط برقرار کنند، اما در مقابل آنها افراد از این گروه طور دیگر فکر می کنند و این موضوع تمام روابط داخلی و شیوه حکومتداری طالبان را متأثر ساخته است. محدود شدن رسانه ها، نقض حقوق بشر، به ویژه زنان، بازداشت های خودسرانه و شکنجه افراد از مهمترین موضوعات است که در یک سال گذشته از سوی طالبان بر مردم افغانستان اعمال شده است. سونیا نایل از فعالان مدنی نیز میگوید وضع کردن محدودیت بر بانوان، مشکلات اقتصادی و توقف فعالیت های حقوق بشری از سوی عوامل است که باعث ایجاد فاصله و شکاف میان ملت و امارات گروه طالبان یعنی اداره طالبان شده است. موضوع بسته شدن مکتب های دختران بالاتر صنف ششم از مهمترین موارد اختلاف میان چهره های ارشد طالبان است و آنها را به دو گروه تقسیم کرده است. این در حال است که موافقان بازگشایی مکتب ها مانند عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، همواره در نشست های خبری از بسته ماندن مکتب های دخترانه انتقاد کرده است. اما در برابر او چهره های نزدیک به ملا هیبت الله رهبر طالبان آموختن علم دینیوی را مبا و فرمان رهبر خود را واجب کردند که به واسطه او هزاران دانش آموز و دختر از رفتن به مکتب محروم شدند و نگران آینده ایشان هستند. خبری که خواب رهبران طالبان را حرام می کند. مختار وفایی در تیویت چنین گفته است روسیه، تاجیکستان و قزاقستان در 5 کیلومتری مرز افغانستان رزمایش بزرگ نظامی اجرا کردند. نظامیان با دشمنان فرضی که از خاک افغانستان به تاجیکستان هجوم برده بودند جنگیدند. شورای امنیت سازمان ملل از برخورد طالبان با زنان انتقاد کرد. شرکت کنندگان نشست شورای امنیت سازمان ملل که به بحث درباره اوضاع زنان در جهان اختصاص یافته بود، روز پنجشنبه 28 میزان از رفتار طالبان با زنان در افغانستان انتقاد کردند و خواستار لغو همه محدودیت‌های وضع شده علیه زنان شدند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.